بحران اقتصادی ماه هاست در تمام دنیا سایه انداخته. تورم کم سابقه کار رو به اعتصاب و اعتراضات خیابونی کشونده. در هفته های اخیر بانک سیلیکون ولی در آمریکا ورشکست شد و بانک کردیت سوئیس به کمک اضطراری احتیاج پیدا کرد. فقط دو مثال از بحران بانک های تاثیرگذار در اقتصاد جهانی. سازمان های بین المللی مثل بانک جهانی از احتمال رکود اقتصادی حرف می زنند. این خطر چقدر جدیه و تأثیر یک رکود اقتصادی بر کشورهای تحت تحریم مثل ایران چه خواهد بود؟ شرایط اقتصادی با شاخصهای مختلف اندازه‌گیری میشه که یکی از مهمترین هاش تولید ناخالص داخلیه، یعنی ارزش مالی تمام کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور. بعد از جنگ جهانی دوم تولید ناخالص داخلی در سطح بین المللی بالا رفته و معمولاً در حال رشده. اما هر از گاهی به دلایل مختلف مثل جنگ یا همه‌گیری این خط برای مدتی رو به پایین حرکت می‌کنه و این یعنی وضعیت اقتصادی با بحران مواجهه. تعریف فنی رکود اقتصادی اینه که برای دو فصل یعنی نیمی از سال رشد اقتصادی منفی باشه. در اون صورت با رکود اقتصادی روبرو هستیم. از پایان جنگ جهانی دوم تا الان چند بار رکود اقتصادی اتفاق افتاده. مشهورترین نمونه در دهه‌های اخیر رکود اقتصادی سال‌های 2008 و 2009 که یک سال و نیم طول کشید. و علاوه بر بیکار شدن میلیون‌ها نفر در دنیا و بسته شدن صدها بانک و کمپانی، کشور یونان رو تا مرز ورشکستگی برد. شرایط الان با سالهای 2008 و 2009 فرق میکنه به دو دلیل. اول اینکه بانکهایی که به مشکل برخوردن بانکهای خاصی هن که کارهای ویژه‌ای میکنن. تفاوت دیگه اینه که بانکهای بزرگ که در چرخه اقتصاد جهانی مهمن سرمایه بیشتری نسبت به اون موقع دارن و برای این فراز و نشیب‌ها بیشتر آمادن. علاوه بر این دولت‌ها قوانین سختگیرانه تری برای مؤسسه‌های مالی تعیین کردند که قدرت ریسک کردن بانک‌ها را محدود کرده و برای همین مقامات همچنان بحران اخیر بانک‌ها را نشونه ای از یک رکود اقتصادی نمی‌بینند. Americans can rest assured that our banking system is safe. رکود اقتصادی جهانی معمولاً کشورهای با اقتصاد قوی تر که سیستم مالی و روابط اقتصادی پیچیده تری در دنیا دارن رو بیشتر تحت تأثیر قرار میده. اما حتی برای کشورهایی مثل ایران که ارتباط چندانی با چرخه اقتصادی بین المللی ندارن چنین بحرانی کم هزینه نیست. تجربه نشون داده بحران اقتصادی جهانی قیمت نفت رو به شدت کاهش میده و در نتیجه کشورهای صادرکننده نفت رو با چالش مواجه میکنه. اما ایران به خاطر تحریم‌ها با مشکلات بیشتری روبرو خواهد شد. برای کشورهایی که زیر تحریم اقتصادیان شرایط سخت‌تره، چون کشورهای زیر تحریم معمولاً گزینه‌های محدودی برای صادرات دارن. مثلا در مورد ایران، روسیه تا به حال نظر اقتصادی کمک بزرگی بوده. اما حالا روسیه با رکود اقتصادی مواجهه و به کشوری که در این شرایطه خیلی نمیشه چیز صادر کرد و این مشکل رو برای ایران چند برابر میکنه، چون تعداد محدودی چیز برای صادر کردن داره که به مناطق محدود میتونه بفرسته. بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه یافته تا حالا تونستن با افزایش بهره بانکی جلوی رکود اقتصادی رو بگیرن. من نگرانم که اگر بانک‌های مرکزی همینطور نرخ سود رو بالا ببرن، بانک‌های دیگه هم به سرنوشت بانک سیلیکون ولی دچار بشن. چون ساختار بیشتر این بانک‌ها بر اساس بهره‌های پایین بوده. افزایش بهره‌ها یعنی بانک‌ها هم بیشتر از چیزی که حساب کردن باید پول بدن و این مشکل ایجاد می‌کنه. هرچند بانک‌ها در دو سال اخیر درآمد قابل توجهی داشتن و اگر در این مدت درست عمل کرده باشن، حالا باید خزانه‌شون برای این بحران آماده باشه. تجربه دهه‌های اخیر نشون میده که دولت‌ها و بانک‌ها به خصوص در کشورهای توسعه یافته در نهایت از رکود اقتصادی جهانی عبور می‌کنند. اما این مسیر کم هزینه نیست.
jobs like cleaners, the baristas. مشاغلی مثل نظافتچی یا صندوقدار کافی شاپ و غیره رو در نظر بگیرید. برای کارکنان این مشاغل رکود اقتصادی یعنی از دست دادن کامل درآمد. چون اولین کارکنانی هستن که در بحران شغلشون رو از دست میدن و حقوق قانونی چندانی ندارن. بنابراین خودشون و فرزندانشون برای سالها تحت تاثیر قرار میگیرن.